بینندگان گرامی با سلام و درود، وزیر دفاع انگلیس تقریبا ساعت پیش گفته که ما به طرف یک دنیای پیش از جنگ در حرکت هستیم. اشارهش دیگه در حوزه اوکراین است. استفان مارش یک مقام دیگه گفته که جنگ داخلی و پایان امریکا نزدیک است و راجمون آندریجیچک گفته که تلفات اوکراین که گفته میشه به او اندازه نیست، میلیونی است. این چیزا بسیار ترسناک است که البته راجمون آندریجیچک رئیس سابق ستاد کل پولند است، در بغل اوکراین است، خبر دارم. گفته که صدماتی که اوکراین در درگیری با روسیه داده رقم میلیونی داره. دیگه در کشور منابع لازم برای ادامه مبارزه با مسکو وجود نداره. ای آدم در مصاحبه با تلویزیون پولست ای گپا را زده. نگه وضعیت جنگ اوکراین بسیار دراماتیک است. کدام معجزه رخ نخواهد داد که اینا به جای برسند؟ چرا؟ میگه اینا شکست میخورن، همه ابتکارات از بین رفته. در این حال رسانه های انگلیس یک وحشت پخش میکنن، مثلا میگن که پوتین به 9 شهر بریتانیا حمله خواهد کرد. این از قول منابع اطلاعاتی انگلیس شامش به شنبه هشدار داده شده که روسیه 2 هدف تازه را در فهرست اهداف خود اضافه کرده که در بریتانیا با بمب‌افکن‌های راهبردی دوربرد حمله بکند و 9 هدف در سراسر بریتانیا تعیین کرده که باید بزنه، خاصتا 2 شهر در جنوب انگلستان در سطر فهرست که آماج قرار بگیرن قرار گرفته. این گزارش بریتش اکسپرس ایراد شرح داده، میگه منابع تایید کردن که 1 شهر ارتباطات نظامی دارد، اما انگلیس نامشام نگفتن. خب به هر حال بعدا باز شهرها را گفتن، فهرست کردن که شهرهای با پیوندهای تاریخی هدف حمله روسیه است، مانند آلدرشات، کلچستر، پورتسموت احتمالا در سطح فهرست قرار دارن. گزینه های دیگه مثلا از مناطق چتم، کانت، تیدورت و سالزبری در ویلتشایر است. کامل ترین لیست که تا به حال در اختیار اطلاعات بریتانیا قرار گرفته قرار گزارش امین اشیه توسط یک مأمور روسی و اطلاع بریتانیا در اروپای شرقی رسانیده شده، یعنی از منابع روسی گرفته شده، موثق است. میخوام بگم که موثق است. در این شک نیست که روسیه با تمام قدرت آماده هجوم به اروپا است. چرا؟ به خاطر از اینکه کل اروپا آماده هجوم به روسیه است، خودشان میگن. اما این گزارش هم خب منتشر شده، علاوه بر تعیین اهداف یک جزئیات را هم نشان میدن که مثلا به مفکنهای روسی از کدام فرودگاه نظامی پرواز میکنن، با چه تعداد و با کجا چطور به اهداف خود حمله میکنن. یک منبع وایت هال گفته که اطلاعات شامل جزئیات یک حمله در سطح بالا و حمله در سطح پایین است، یعنی مندرجاتش گفتن. حمله هوایی روسیه خب چی است؟ اعلان جنگ هم به بریتانیا و هم به کل خانواده ناتو است. البته در جنوری من این گزارش داده بودم خدمت شما که گراند شاپس وزیر دفاع انگلیس هشدار داده بود که جهان در حال حرکت از دنیای پس از جنگ به دنیای پیش از جنگ است.
جنرال سر پاتریک ساندرز رئیس بازنشسته ارتش گفته بود بریتانیا در لحظه 1937 قرار دارد. منظورش از این لحظه 1937 احتمالا حملات بسیار سرسختانه یا آمادگی هیتلر برای حملات بسیار مهیب بر لندن است و شهرهای انگلیس است. ما فکر میکنم اگه اشتباه نکن. خب باز میگه خب نیروهای بریتانیا ممکن است ظرف چند سال به درگیری با روسیه کشانیده شوند. بله، اما 1937 دوره آمادگی برای جنگ دوم جهانی بود که بعدا فکر میکنم که 2 سال بعدش هیتلر حملات خود بالای اونا شروع کرد. حالا پوتین عمیقا برای مسلط کردن روسیه به زور و حضور ارتش بیشتر در اروپا فکر میکنه. بریتانیا 2 پایگاه واکنش سری داره که وظیفه دفاع از بریتانیا را در برابر حملات هوایی داره. یکی در کونینز بی است که در انگلیسی آمده و در شرق انگلیس، و دیگه در لوزیوموت در اسکاتلند است. در 2005 پوتین خب میگه که رسم و رواج جنگ سرد دوباره احیا کرد، با افغانای بسیار دوربرد هوایی تجسسی را به خاطر ردیابی حریم هوایی بریتانیا ماموریت داد، پروازهای انجام گرفت، چرخش و گردش، و نیروی هوایی بریتانیا را مجبور کرد تا تیارات تایفون به هوا بلند بکنه. یعنی یک چیز خود چون این چیزی یک چیز عادی است، اما وضعیت فعلی غیر عادی است. سینین گزارش کرده که خود امریکا حال با موجی از خشونت های سیاسی و حتی جنگ داخلی موجی است. در امریکا همزمان با نزدیک شدن انتخابات یک پیشبینی های اطور تیره و تار که نشان از موجی از خشونت های داخلی را در خود داره وجود داری. پیش بینی ها که در و حوالی CNN به نقل از باربارا اف والتر دانشمند علوم سیاسی که در کتاب خود به نام جنگ های داخلی چگونه شروع می شود و چگونه متوقفش بکنیم گفته که امریکا حال بیش از آنچه که فکر می شد به جنگ داخلی چی است نزدیک است. باربارا اف والتر میگه. سینه او به حواله ای دانشمند علوم سیاسی میگه. خود چرا میگه یک ترکیب سمی افرادگرایی سیاسی و قطبی شدن در امریکا با وجود آمده، قبیله گرایی همراه با این وضعیت، یعنی قبیله گرایی اجتماعی و فرهنگی و دیگه تیوری های توطئه از طرف احزاب و سازمان ها و نهادها ها تو یک رقم مورد توجه قرار گرفته در امریکا. سلاح ها گسترش پیدا کرده، گروه های مسلح و دیگه یک چیز که بسیار خطرناک است به جامعه امریکا که در سطح کل مردم ایمان خود نسبت به حکومت و دموکراسی از دست دادن. این از اینجا است که میگه این عوامل کلیدی است که جامعه مدرن امریکا را از آینده ناامید ساخته. بازم CNN ارزیابی باربارا والتر گزارش کرده. خب بالاخره گفته که حامیان جنبش که چی باید کرد است که بعضی گروه ها میگن که روش های خشونت آمیز برای جلوگیری از فروپاشی دموکراسی باید ما در پیش بگیریم. اینه این آتش با پترول خاموش کنیم. خب یک دلیلش چی است؟ میگه که دموکراسی امریکا فاسد شده
در برابر دموکراسی فاسد شما خب کار مدنی نمیتونین، کار وعظ و نصیحت کرده نمیتونین، فقط روش خشونت آمیز جواب میده. این برای اولین بار است که گزارشات رو میبینم از درون امریکا. اونا با خب چی میگن؟ بحث حمله بر اقلیت های نژادی در اونجا زیاد شده، حمله بر یهودیان، لیبرال ها، مهاجران غیر قانونی، نخبگان سیاسی، همه اینا چی است؟ به یک نفاق و تفرقه دامن زده که در نتیجه میگه جرقه یک جنگ داخلی است. بنابراین اینجا استفان مارش روزنامه‌نگار کانادایی در کتاب خود گفته، در سال 2022 خود که چاپ کرده، میگه که اخباری از آینده امریکا میرسه که نشان میده این کشور نمیتونه از جنگ داخلی خود بیرون بکنه، یعنی به طرف یک جنگ داخلی روان است. این استفان مارش میگه، ای با صراحت حتی استفان مارش ادعا میکنه که پایان ایالات متحده امریکا نزدیک است. در این کتاب خود تنها سوالی است که چطوری پایان اتفاق خواهد افتاد. عجیب نیست؟ او ترام ناک نترسیده، میگه که ما باید رئیس جمهور شم، در غیر از او امام خون میه. استفان مارش میگه که امریکا در حال وارد شدن به درگیری هایی است که معمولا مشخصه کشورهای فقیر است، نه بزرگترین اقتصاد جهان. چه یک تناقضی! چرا؟ اونجا بیعدالتی وقتی که بیداد میکنه اینطور یک چیز میشه. خب یک خبر دیگه آمده که الکساندر مرکوریس کارشناس بریتانیایی است در وبلاگ خود نوشته که روسیه اطلاعات در مورد اقدامات به اصطلاح اقدامات دشمن داره که به او اجازه میده حملات حساسی را به تشکیلات اوکراین مانند واحد ویژه کراکن انجام بده. این واحد ویژه کراکن که در کجا مستقر است ایرا جزئیاتش نداده، گفته که روسا اطلاعات شگفتانگیزی دارن و اونجا را میزنن. تیم کراکن گفته نیروهای مسلح اوکراین میگن که دی تیم در کجا جلسات مخفیانه برگزار میکنن، میتونن محل قرارگی مثلا اما تجمع اینا را بزنن که شامل مجتمع های موشکی ضد هوایی پاتریوت است. پیش از پیش حالا اینطور میگن. مرکوریس میگه که مسکو بر اساس همین داده های جمع‌آوری شده میتونه فورا عمل بکنه، سائق آسا ضربه بزنه و این بسیار نگران کننده است. تیم کراکن هم میزنه، میگه تشکیلات کراکن اوکراینی. خب باز بعدا وزارت دفاع البته گفته بود که 300 جنگنده تشکیلات کراکن کجا بود منحل شده، اما این آدم میگه نه، او را روسیه میزنه. الکسی کیم یک سپهبد است، رئیس ستاد ارتش گروه ارتش متحد، او گفته که اونا با یک بم انفجاری بسیار پرحجم همیش منهدم شده. در کجا؟ خب میگه زمان مشخص نکرده، اما خاطر نشان کرده که تنها در هفته گذشته در نتیجه عملیات روزها 3 مجتمع پاتریوت امریکایی، یکی موشک انداز چند لوله‌ای ومپیر است، یعنی بیش از 10 سامانه توپخانه که خارجی آورده بودن و تأسیسات ذخیره سازی سوخت به طور کامل از بین رفته. این میگه که نه، کلش از بین رفته، با چی رو میزنن؟ اما او آدم گزارش کرد که نه، مانده میزنن. در اوکراین مشکل سال که چی گونه اینا بجنگند؟ ارتش اوکراین از سلاح روسی وحشت زده است.
یک سرباز اوکراینی به نام سرگی بسکر ستنوف او گفته که ارتش روسیه به زودی به اندازه کافی پهپادهای مثلا دید اول شخص هیتور از نوع FPV را سر ما استعمال میکنند. و از این قبیل بسیار شکایت ها زیاد است. گفته ما میتونیم بگویم که 99% سربازان اوکراینی کشته خواهند شد. همین سرباز اوکراینی میگه به خاطر از اینکه زنده ماندن در میدان باز و هم در برابر یک سیستم های FPV غیر ممکن است. خب البته در ماه فبروری نمی سیستم های لانست مدل جدید اینا به کار گرفته شد در ارتش روسیه که سرگی شویگو وزیر دفاع او را تایید هم کرده بود. اونو سلاح ها آل بر مواضع اوکراین استعمال میشه. بسیار بسیار پیچیده است. یک گزارش آمده من شما را به درد سر در شرحش نمی اندازم.